یه کلیپی چند وقت پیش از بنده پخش شد که این صحبت من برای حدود ده سال پیش بود که بنده در مورد صدد کرخه صحبت میکردم و اینکه اگر خراب بشه چه اتفاقی میافته خب این کلیپ سیاسی پخش شد یعنی تو برههای که بعد از انتخابات بنده افرادی رو به مناظره دعوت کردم قبلترشم حالا روشنگری ها کردم یک فردی حالا یک روحانی از همون تیپ نام هم عین الله حشمت الله رحمت الله همچین اسمی هم داره ب خدا که سوابقش هم مشخصه حالا شروع کرد به انتشار این کلیپ ببینید صد کرخ اصلا بذارید قبل ترش بگم اینطور بگم مسائل تکبودی نیست زو ابعاد میان رشته ای وقتی شما یاد یک صد سازی انجام میدید بعد اثرات فرهنگی اجتماعی سیاسی چه میدونم جغرافی های همه این ها رو بسنجید ببینید صد کرخه مطالعاتش دهه چهل چهل شمسی آغاز میشه این یک شرکت ایرانی و یک شرکت ایتالیایی و نهایتاً که میخوره به انقلاب بعد از انقلاب باز رو با شروع میکنن به کار کردن روی بحث مطالعاتیش نهایتا 1370 تو دولت آی خاتمی شروع میکنن به ساختن و تو دولت آی دولت عزم خواهم آی هاشمی شروع میکنن به ساختن و تو دولت آی خاتمی بهره برداری میشه خب بزرگترین سد خاورمیانه بود و یک عظمتی هم داشت نیست. در شمال خوزستان منتها جالب اینجاست که با بهره برداری از این سد یهوی حرفا و حدیث هایی از این طرف اون طرف از کشورهای همسایه و علاوه خود کشورهای حاجی خل... خلیج فارس که در واقع روحیه ضد ایرانی داشتن بلند شد منطقه اون تو اوایل خیلی جدی نبود خب بالاخره یه افتخار ملی بود ایرانی‌ها تونسته بودن خودشون یه سدی به این عظمت رو بسازن که تو خاورمیانه نظیر نداشت و خب این باعث شد که اون موقع خیلی این بحث ها روش بده. تا اینکه دولت آقای احمدی نژاد چار پنج سال بعدش سر کار اومد 1384 یه حرف و حدیث ها زیاد شد بند مخالف در واقع این نو سازی و بارها عرض کردم از این شکل هستم صد لازمه صد جلوی سیلاب میگیره صد آب و تنظیم میکنه خیلی مواهب داره اما تا این حدش بنده معتقدم ما بازی غربیا رو خوردیم یعنی بخش قابل توجه از منابع کشورمون رو اختصاص دادیم برای چیزی که قابل بازگشت هم نیست یعنی در واقع این صدها کشورمون خوش کرده لازمه برای سیلاب ها لازمه اما نه تا این حد وقتی روی در رودخانه آب جریان داره این آب به در واقع زیر سطح خودش نفوذ میکنه و آبهای زیر سطحی رو تامین میکنه وقتی شما سد میزنید عملا توی کوه ها ساخته میشه مثل کاسه ای که آبو نگه میداره اولا شما اینو در معرض تبخیر قرار میدید یه شد هم این کار نمیکنه دوم من جلوی نفوز پذیری آب میگیرید سه وزنی رو بر گسل زمین تحمیل میکنید جالب بدونید که مطالعاتی که اخیرا انجام شد چند سال اخیر نشون میده که برخی از صده ها حتی موجبات ایجاد زلزله هم بودن این هم عجیبه در نوع خودش که اصلا در مقال اینا فکر نشده بوده و حالا در حال این مطالعات داره هنوز هم داره انجام میشه بعد به نتیجه قابل اعتمادی برسه و همه مهمتر این که فضایی رو فراهم میکرد برای خوش کردن کشور و اتفاقی که امروز تو کشورمون داریم میبینیم که خیلی از این طالب ها خوش شدن چون حقاوهشون از صد نمیتونن بگیرن اینها به یه سیاستگزاری های پیچیده تری برمیگرده صد کرخه یک ویژگی پیدا کرد شبیه صد آسوان مصر صد آسوان مصر 1970 افتدا شده دریاچه که پشت سر شکل گرفت بر اونم بر کنترل سیلاب های نیل اسم جمال عبد الناصر روش گذاشتن اون سد ناصر بارها و همیشه در طول تاریخ درگیری های سیاسی و نظامی بین مصر و رژیم صهیونیستی اسرائیل تهدید میکرد به خراب کردن این و اگر این اتفاق میافتاد سیلی که به وجود میاد خب مشخصه دیگه چه بلایی سر حوزه پایین دستی سد می دقیقاً همین اتفاق سر ماجرای سد کرخه افتاد و ایده اسم صد عربکش کش برای این گذاشتن وقتی شما صد کرخه رو میسازید و تمام طالاب های اغماری رو نابود میکنید شما دارید این کار رو اون سد میگن؟ میدونید اونا به اون سد میگن به سد کرخه؟ بل میگن سد عربکش این عرب رو به دو معنی استفاده میکردن که تا اگر, اگر یه روز این صد خراب بشه چه بلایی سر خوزستان و حوزه پایین دستی صد میاره و اینکه نه این با این کارش حوزش های ماهیگیری و اینها رو که مردم بومی اونجا ازش استفاده میکردن از بین بر خب در شمال خوزستان در اون بر هم حجمه خیلی زیادی وارد شده بود و خب سیاسیون ما اینجوری جواب دادن که اگر خراب بشه بله شاید اینجا یه کارایی میکنه تا اون موجی که راه بالاخره وارد خلیج فارس میشه موجایی رو درست میکنه شبه سونامی و سواحل جنوبی خلیج فارس هم آسیب خواهند دید این کشورهای عربی خب منطق و عقل سیاسی و امنیتی ایجاب میکنه که شما این مسئله رو پررنگ کنید یعنی که این تهدید برای شما هم هست خب این صد اشتباه ساخته شده از نظر من من نظر شخص خودم دارم میگم شاید یک نفر بگه در کنترل سیلاب این ویژگیار داره بله قبول اما بنده ارز کردم من مسائل سیاسی رو دارم می‌بینم فرهنگی رو دارم می‌بینم زیست رو دارم می‌بینم اجتماعی رو دارم می‌بینم امنیتی رو می‌بینم و غیره خب و اینکه در طول این سال هم راجع به همچین مسئله پاسخ ندادم به خاطر اینکه نمی‌خواستم در واقع مردم عزیز خودمون نگران بشن و... تا اینکه دیدم یه تو شبکه‌های اجتماعی و تو سایت‌ها خیلی دارم بهش میپردازن، دیگه اومدم پاسخ دادم کلی از کانال های تلگرامی و نمیدونم سایت ها و نمیدونم خدمت شما عرض بکنم اکانت های توییتری که اخیرا بعض آمارا در اومده که از بودجه بیت ارتزاق میکردن برای پیشبرد اهداف برخی از این سیاسیون حمله کردن به بنده اینو, ب... اینو, بدونید بنده در پاسخ دادن به شباتی در مورد خودم به وجود میاد اولین مسئله رو که لحاظ میکنم امنیت کشورمونه بعد جواب دم. برای همین بعضی از مسائل با فاصله پاسخ میدم برخی ا... اصلا پاسخ نمیدم برخی هم شروع کردم به نوشتن یادداشت کردن که حالا روز روزگاری شاید لازم بشه اینا گفته بشه به مردم